برگشتیم دوستان و باز هم در ادامه برنامه خوش آمدین. در این بخش هم مهمان داریم، زرینه احمدی، عضو کمپاین خشونت زن علیه زن و همچنان عضو کمیته زنان با ما هستند و در رابطه به مطالعه و ای که چگونه تاثیرگذار هست بالای شخصیت ها و چقدر مفید هست بیشتر صحبت ها را با زرینه جان می داشته باشن. صبحتان بخیر و خوش آمدین در برنامه. تشکر بسیار زیاد. صبح شما بخیر و صبح بینایتان بخیر. امید از روز خوش آغاز کرده باشید. سلامت باشین. سپاس. ما هم خوشحال هستیم که در این بخش شما را با خود داریم. میشه در ابتدای برنامه نظر بیاندازیم به مطالعه کردن و اینکه یک شخص بخواهد یک شخص کامل و همچنان شخص رسیده در زندگیش باشه، از چی راههایی باید مطالعه را آغاز بکنه و چقدر میتونه در زندگیش تاثیرگذار باشه؟ خب بسیار خوب، تشکر. من میخواهیم در حال یک تعریف خیلی کوتاه داشته باشم که معنای مطالعه و در کل چیگونه یک تعریف باید داشته باشیم. مطالعه خودش در حقیقت به معنی خواندن یک موضوع با چشم همچنان تفکر در رابطه به یک موضوع، به خاطر معلومات گرفتن درباره موضوع، همچنان به خاطر بررسی کردن موضوع. در کل گفتم میتونیم مطالعه در حقیقت بررسی کردن در رابطه به یک موضوع به خاطر یعنی سوالاتی که در ذهن ما خلق میشه، در نظم ما خلق میشه، به خاطر گرفتن جوابات میتونیم بگوییم. و همچنان تعریف که یک تعریف کوتاه میخوایم داشته باشیم، مطالعه عبارت از یک پروسه شرطی و اکتسابی است که به خاطر بالا بردن آگاهی ما میتونیم از استفاده بکنیم. آها، بسیار خوب. و ای که یک فرد بخواد در زندگیش موفق باشه و بتونه اما سطح آگاهی خود را بالا ببره، چقدر میتونه مطالعه بش تاثیرگذار باشه و مفید واقع شود؟ خب مطالعه تاثیراتی که بر شخصیت فرد داره میتونیم بگیم که خیلی تاثیرات مهم و شگفت‌انگیز بر شخصیت فرد و روی زندگی افراد میتونن بگذاره که ما میتونیم که در اولین تاثیر خیلی مهمی که داره اوی است که میتونیم اون استراب و مشکلات روحی که در وجود ما هست میتونیم کاهش بدیم و میتونیم تصمیمات خیلی مهم و منطقی در زندگی خود بگیریم. همچنان میتونیم مطالعه را به عنوان یک تکیه‌گاه و به عنوان دستگیر در زندگی خود انتخاب کنیم. همچنان یکی از تصمیمات خیلی مهمی است که میتونیم اتخاذ بکنیم و در زندگی ما خیلی مفید واقع میشه برای آینده ما، برای روی زندگی ما. همچنان میتونیم از طریق مطالعه وقتی ما شخصیت خود میسازیم جور میکنیم، میتونیم بالای دوستان خود هم تاثیرات خیلی مفید داشته باشیم، برای تشویقشان، برای حمایتشان کنیم که اونا هم به چنین راهی بیان، چون خیلی تاثیرگذار هست و جامعه ما را حتی میتونیم از این طریق تغییر بدیم، تاثیرات خدا بگذاریم روی جامعه، روی افرادی که با ما در ارتباط هستن و یعنی تغییرات خیلی بزرگی داره. بسیار خوب. و زرینه جان، در جامعه امروزی ما فرهنگ مطالعه کردن و فرهنگ ای که بتونیم کتابخوانی باشه، در بخش کتابخوانی باشه و هم فرهنگ مطالعه در کل ما جواب تمپیاده بکنیم در زندگی، او قدر بیشتر نیست، کم رنگ هست و مردم ما در این ذهنیت هستن که خب حالا مطالعه کردن یک سن سال مشخص کار داره که اصلا بر طفلا ای گوش زد نمیشه در فامیل ها در ابتدای زندگیشان که زمان وارد مکتب میشن و ای که کم میتونن کتاب بخونن و کم میتونن همو در سن سالی که هستن هیچ وقت گوش زد نشده و او را صرف در حد ای که یک طفل هست و صرف در حد ای که برای طفل زمان طفولیتش صرف بازیچه ها هست و همو در دوران قرار دارن که باید اونا یعنی از مطالعه دور باشن. اما خود مطالعه چی سن و سال مشخصه، چی دوران در کار داره تا افراد اشخاص بتونن خودشان و ذهنیتشان را آگاهیشان را در اجتماع بیشتر و بیشتر بکنن؟ خب به نظر من بهترین زمانی که مطالعه باید آغاز شوه سن طفولیت است، که زمانی که ما میخوایم طفل را بخوابانیم، نه که ما برش تلویزیون روشن کنیم یک چیز بازیچه را دست رو کنیم که او بخوابه. به نظر من بهترین روشی است که خانواده ها خصوصا پدر مادر متوجه ازی باشن که وقتی که طفل را میخواین بخوابانن، کتاب های داستان هایی که است، کتاب هایی که بر اطفال امروز بیشتر وجود داره در کتابخانه ها، ای را برش بخوانن تا اینکه او
انتخاب بره و همین قسم وقت کوره براش میخوان، اون خودش باعث هوشیاری کودک میشه، ذهنیت کودک از اون طفولیت تغییر میده، اون وقت که استرس سنش بالا میره اون خودش علاقمندی پیدا میکنه که بتونه شخصیت خود تغییر بده از طریق مطالعه و علاقمند باشه بیشتر به کتاب ها و موضوعات علمی. دقیقاً. و مطالعه کردن هم برای افراد اشخاصی که دوست ندارن مطالعه بکنن، در ابتداش باید از کدام روش استفاده بکنن تا ای که بتونن فرهنگ مطالعه و می که یک متن را یا کتاب را بخواین مطالعه بکنن برشون دلچسب واقع شن؟ خب بهترین روشی است که اول از مجلات اخبار و کتاب های کوچک که است، خصوصا کتاب های داستان روانشناسی، به نظرم بهترین روش در اول همو کتاب های روانشناسی است، چون وقتی که ما کتاب های روانشناسی را میخوانیم به شکل ناخودآگاه همو ذهن ما و فکر ما علاقمندی بیشتر پیدا میکنه که ما بتانیم کتاب های بیشتر را مطالعه بکنیم و این بهترین است که از کتاب روانشناسی شروع کنیم، چون کتاب روانشناسی خیلی کوچک هم است و وقتی که ما کتاب کوچک دست میگیریم علاقمندی ما خود به خود بیشتر میشه، وقتی یک خط شروع میکنیم روز یک خط یا روز دو خط یا همین قسم روز یک صفحه آیسته آیسته، یعنی از صفر باید شروع کنیم. همین قسم دیگه میتونیم بعدها مطالعات رو خدا بیشتر بسازیم، اخبار تلویزیون رو ببینیم، اخبار مجلات مطالعه کنیم، همین قسم میتونیم. بسیار خوب. و در جامعه ما هم تمام مردم، همه ما به فرهنگ مطالعه و فرهنگ ای که بتانیم ذهنیت خود را بزرگ بسازیم و بتانیم حداقل بر خود ما یک چیزی باشیم خیلی ضرورت داره، اما متاسفانه آنچنانه که باید باشن نیست، به دلیل که ما فضای درست نداریم برای مطالعه کردن و یک فضایی که بتانیم خود ما بسازیم بر خود آنچنان نیست. در خوب هستن کسایی که واقعا علاقمند مطالعه هستن و دوست دارن همیشه اکثر در اوقات بیکاریشان مطالعه بکنن و خود مطالعه هم کسایی که به ارزشش پی بردن همیشه به خاطر آرام کردن ذهنشان و به خاطر ای که بتونن فارغ از دیگه کارها یک فرصت خوب در دستشان باشه مطالعه میکنن، اما اینو باید بپذیریم که آنتونان جای مناسب بر مطالعه کردن ما نیست. مثال فرهنگ ای که ما بتونیم یک کافی شاپ درست داشته باشیم به خاطر فضای سالم برای مطالعه و یا هم یک جای تفریحی و سبز به خاطر مطالعه نیست و به این دلیل هم میشه که کم فرهنگ روی فرهنگ مطالعه تاثیر گذار باشه و همچنان ای که مردم در او فضایی نیستن که بخواین از همه مشکلات زندگی فارغ باشن و مطالعه بکنن. خب میایم روی ای که زرین جان، جوانهایی که دوست دارن و همیشه میخواین فعال باشن، اینا چگونه آغاز بکنن و مطالعه کردن و کدام کتاب ها را و بیشتر به کدام روش مطالعه را آغاز بکنن؟ خب مطالعه رو اول گفتم میتونیم که ما دو نوع مطالعه داریم، یکی مطالعه به شکل اجباری گفتم میتونیم که ماده اختیاری است که مطالعه اجباری هم درس های دانشگاه رو گفتم میتونیم که صرف درس هایی که در مکاتب دانشگاه تدریس می مربوط میشه به زندگی کاری ما و مطالعه اختیاری مطالعه است که این بهترین در وقت سرگرمی و به عنوان یک سرگرمی. نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی زرینا جان، گفتی که مطالعه به دو نوع است، یکی به شوق علاقه است و یکی هم اجباری هست. ما چطور بتونیم کدام روش را در پیش بگیریم تا ای که زمانی که ما مطالعه میکنیم بر ما اجباری نباشه؟ خب وقتی که یعنی اوقات که ما بیکار هستیم، اوقات فراغت ما، این بهترین زمان است که ما بتونیم از اون وقت خود هم میشه از وقت خود بسیار استفاده خوب کنیم و کتابایی را مطالعه کنیم که بیشتر به ما افکار ما میخونه و کتابایی که ربط داره به افکار ما، ارتباط خیلی نزدیک است، ما علاقمند موضوعات بیشتر هستیم، میتونیم که موضوعات هم خوب بگیریم و در ذهن خود تحلیل کنیم، هم میتونیم در زندگی خود پیاده کنیم. وقتی که ما یک کتاب میخونیم، اگر ما را همو اشخاصی که بارا نوشتن، نظریات خود در رو نوشتن، اگر ما را بگیریم در زندگی خود پیاده کنیم، میتونیم که در زندگی کاری خود و در زندگی شخصی خود میتونیم بسیار موفق باشیم و بدرخشیم و تصمیمات خیلی منطقی و قاطع و خیلی خوب در زندگی خود داشته باشیم. آها بسیار خوب، سلامت باشی زرینا جان، از حضورت در برنامه انشالله همیشه در عرصه کاری خودت هم موفق باشی. سپاس. حال هم دوستای عزیز وقفه کوتاه و در ادامه برنامه زود زود برمی